عالی میشه که قبل از هر سخنی تمامی تمجید و جلال رو به نام قدوس و عظیم عیسی مسیح بدیم. این نام منحصر به فرد، این نام عزیز، این نامی که مادر کائناته، تنها نامی که میتونه چنین سرسپردگی و ستایشی رو در زبان ما، در قلب‌های ما ایجاد کنه. عزیزان بیایم تمامی جلال رو، احترام رو به این نام بدیم، این نام عزیز، این نام بی همتا، که چنین جشن و سروری رو میتونه در قلب‌های سرسپردگانش، فرزندانش، وقف شدگانش فرمان بده. آمین. بیایم به احترام این نام فرخنده، این نام عظیم، این نام عزیز چند لحظه سکوت کنیم. من ایمان دارم که وقتی که با سکوت احترام میذاریم، نه تنها احترام میذاریم به این نام عزیز، بلکه این سکوت حضور روح خدا رو تشویق میکنه که در بین ما بخرامه، اونجایی که ذهن ما در هم بر هم و تاریکی نور بشه، روشن بشه، شفاف بشه. عزیزان تمرکز ما جمع بشه تا روح خدا به وسیله کلام ملوکانش، عزیزان کلام شاهانش، همجور که خواهرمون گفت اون غذای عالی که جانهای ما، روحهای ما میطلبه، گرسنه و تشنه است که گاهن ما نمیدونیم، بتونه جانهای ما رو تغذیه کنه. آمین. سرهای خودمون رو خم میکنیم و چند لحظه سکوت میکنیم. خداوند عالی، در کلامت گفتی که در شناخت عیسی مسیح حکمت‌های بی‌نظیریه، سرهای عظیمیه که حتی رؤسای این عالم نمیتونن بفهمن. ولی در کلامت وعده عزیزی دادی که تو خداوند این سرها رو، این حکمت‌های گوناگون رو که چشمی ندیده، به ذهنی خطور نکرده، گوشی نشنیده، فقط برای دوستداران خودت آشکار میکنی. دعا میکنیم ای خداوند در نام بی همتای تو، دعا میکنیم خدای خداوند ما عیسی مسیح، پدر، پدر پرجلال، پدر ذوالجلال، در این لحظه روح حکمت و کشف در شناخت خودتو به تک تک ما ببخشی. روح القدس به تو محتاجیم، چون پیام آوران خیلی حرفا میزنن خداوند، میتونی فقط سخن بگیم، فقط توی روح القدس که میتونی فهم ببخشی. خداوند پیام آوران اسرار بسیاری رو میتونن اینجا بازگو کنن، فقط توی که میتونی پرده برداری کنی، غذاهای عالی میتونن فراهم کنن، فقط توی ای روح خدا که میتونی کمکمون کنی که هضمش کنیم تا جانهای ما دگرگون بشه. پس چشمای دل ما رو روشن کن ای خدای عالی، تا امید دعوت خودمون رو بشناسیم، برای چی ایمان آوردیم ای خدای عالی، و کدام از اون میراث خداوند دولت ما در تو، هویت ما، اون سرشت راستین ما در عیسی مسیح، و چه مقدار است عظمت بی نهایت اون قوتی که همین الان در من و مایان داره کار میکنه تا ذهنای ما هر چیزهای حاشیه‌ای انحرافی رو کنار بذاره و اون چیزی که اصله، میتونه جانهای ما رو خوراک روحانی ببخشه، خداوند به اون سمت هدایت کنه. دعا کردم در نام عیسی مسیح خداوند، و کلیسای عزیز و مجید خداوند بگه آمین.
برای اینکه با همدیگه به سوی نقطه مرکزی پیام امروز عزیزان حرکت کنیم، لازمه که با چند تا سوال شروع کنم، سوالی که خودم جواب میدم ولی میتونه ما رو به چالش واداره. نیست ما برای چه چیزی آفریده شدیم عزیزان؟ برای شناخت خدا. هدف ما در زندگی چیه؟ شناخت خدا، حیات جاودان که انقدر راجبش صحبت میکنیم چی هست؟ در چی خلاصه میشه؟ در شناخت خدا. نیست؟ یوحنا باب 17 آیه 3 میگه حیات جاوید اینه که تو رو ای خدای واحد حقیقی و پسرت رو که فرستادی بشناسیم. بالاترین چیزی که عزیزا میتونه باعث رضایت درونی و اون قنای روحانی ما بشه چه چیزیه؟ شناخت خدا. ارمیا 9:23 خیلی زیبا به این اشاره میکنه. حکیم از حکمت خودش فخر نکنه، تنومند از قدرت خودش مفتخر نباشه، دولتمند از دولت خودش فخر نکنه، بلکه هر کی فخر میکنه در این فخر کنه که فهم داره و منو میشناسه. چه عاملی عزیزان باعث خوشنودی خدا میشه؟ بیشتر از تمام قربانی های سوختنی، بیشتر از تمامی خدمات ما، شناخت خدا. هوشع باب 6 آیه 6 خیلی زیبا به این اشاره میکنه، شناخت خدا رو بیشتر از قربانی های تمام سوخت پسند کردم. چه چیزی از ما اشخاص قوی می سازه؟ اشخاصی که بتونیم کارهای عظیم برای خداوند بکنیم. شناخت خدا. دانیال باب 11 آیه 32 به این اشاره می کنیم، میگه اما آنانی که خدا رو می شناسن کارهای عظیم خواهند کرد. چه چیزی از ما مردان و زنان دانا و حکیم می سازه که خانه زندگی خودمون، خانه خودمون رو روی سنگ بنا کنیم که سیلاب‌های مشکلات، بادهای موذی شرارت نتونه به اون اصابت کنه و او رو متلاشی کنه؟ چه چیزی عزیزان؟ شناخت خدا. متا باب 7 آیه 23 به صراحت به این اشاره می کنه. آیا مشتاق داشتن یه همچی شناختی از خدا هستی؟ آمین. آمینتون یه ذره ضعیف بود. آمین. اگه اینطوره حقیقتا این پیام امروز جان تو رو تازه میکنه، مال توه، یه غذای بیو برای جان توه. اگه اینقدر عزیزم برات مهمه که به شناخت خدا نایل بشی، مثل پولس فریاد دلت این باشه بگه همه چیز را به سبب فضیلت شناخت خداوندم عیسی مسیح فضله میشمارم، کود میشمارم. این پیام مال توست. چون کدوم آدم عاقلیه که صبح تا شب دنبال کود بگرده؟ نیست؟ ولی صد افسوس، دریغا، صد دریغا که خیلی از مایان صبح تا شب دنبال کود هستیم. مسائلی که در برابر شناخت خدا مثل یک کود قد علم میکنه و نمیذاره ما به شناخت او برسیم. ولی خبر خوش اینه عزیزان، خبر خیلی خوش اینه که خدا بیشتر از اینکه ما دوست داشته باشیم او رو بشناسیم، او دوست داره ما او رو بشناسیم. باور میکنی؟ او عاشق من و توه، او عاشق من و توه و دوست داره از طریق شناخت او ما خدمت کنیم، او رو پیروی کنیم. باور میکنیم پدر درد میکشه از اینکه خیلی ها فقط نجات دارن ولی دنبال شناخت او نیستن؟ باور میکنید؟ احساس درد میکنه و غم‌انگیزترین آیه‌ای که در کتاب مقدس باش برخوردم، واقعا دلم سوخت که این احساس خدا رو چقدر زیبا به تصویر میکشه. اشعیا باب 1 آیه 3 میگه الاغ صاحب خود رو میشناسه، گاو صاحب خود رو میشناسه، ببخشید، الاغ آخور صاحب خود رو میشناسه. اما همه بگی اما، چون عاشق اما هستم، یک نقطه عطفی ایجاد میکنه، یک پل ارتباطی ایجاد میکنه، انگار نور میبخشه. اما قوم من اسرائیل منو نمیشناسن، پسران و دخترانی که به دستای خودم پروریدم
اونا منو نمیشناسن عزیزان. برای اینکه او رو بشناسی و یه تجربه شخصی با خداوند داشته باشی عزیزان، انقدر خدا منو تو رو دوست داشت که ما رو از نو در عیسی مسیح دوباره چیکار کرد؟ آفرید. برای اینکه او رو بشناسی نیست؟ یک بار دیگه در عیسی مسیح آفریده شدیم. برای همینه عزیزان، زمانی که تو تولد تازه نداشتی، حتی اون موقع خداوند با مکاشفات عام خودش از طریق طبیعت، از طریق وجدان تو، رومیان باب 1:2 خیلی سریعا به این اشاره میکنه، هی میخواد توجهی تو رو جلب کنه، هی میخواد تو رو به سمتش بکشه. از صبح پیدایش باب 3 میگه ای آدم تو کجایی؟ دنبال انسانه که با او رابطه من و تویی داشته باشه. و وقتی که زمان به کمال میرسه، سرانجام عیسی مسیح خداوند به طرز معجزه آسا و خیلی ملموس پا به جهان میذاره عزیزان، در بستر تاریخ خودشو مکاشفه میکنه از طریق مریم باکره، خودشو علنا مکشوف میکنه و بالاخره عزیزان در کلام مقتدر و حیات بخش خودش خودشو تقدیم جهانیان میکنه. اما منظور از شناخت خدا چیه عزیزان؟ چطور ما به شناخت خدا نائل بشیم؟ چجوری؟ وقتی میخوای تو یه زبان آلمانی رو بشناسی چیکار میکنی؟ میری یاد میگیری نیست؟ وقتی میخوای رشته کوههای البرز یا دماوند یا تخت جمشید یا تمامی آثار تاریخی رو بشناسی چیکار میکنی؟ تحقیق میکنی، درست عزیزان؟ وقتی میخوای اسب رو بشناسی میایم سراغ یه جاندار. میخوای یه اسب رو بشناسی، میخوای یه اسب چموش رو رامش کنی، چیکار میکنی؟ چند روز باید نگاش کنی، منتظر باشی، حرکاتش رو، رفتارش رو زیر نظر بگیری، درسته یا نه عزیزان؟ اگه بخوای انسان رو بشناسی چیکار میکنی؟ راجب انسان یه کمی پیچیده تر میشه، چون انسان یه کمی اسرارآمیزتره. مثلا من الیزا جان اگه بخوام بشناسم، این ابتکار عمل دست خودشه. اگه همجور بسته قلبشو ببنده بره بیا سلام خدافظ، من میتونم ایشونو بشناسم؟ الیزا جان نمیتونم بشناسم، چون یه شخص بالاتر از یک سری صفاته، نیست؟ و منم یک سهمی دارم برای شناخت او. حتی اگه او خودشم باز کنه، قلبشم باز کنه، من هیچ علاقه نشون ندم که الیزا رو بشناسم، هیچ توجهی نشون ندم، آیا این شناخت برقرار میشه؟ نه، درسته عزیزان؟ مثلا من اگه یکم علاقه شخصیم نسبت به شناخت پاستور بیشتر بود، یکم توجهی بیشتری داشتم، اینقدر اون جشن خانواده خادمی خیت نمیشدم. اون روز فهمیدم، گفتم من مقصرم، انقدر بی توجه و بی دقت هستم، اون شناختش از من بیشتر بود. حالا میام سر شناخت خدا عزیزان، یه موجود برتر، یه شخص برتر، میخوایم خدا رو بشناسیم نیست؟ وقتی قلبش شروع به تپیدن میکنه که خدا رو بشناسی، مثل پولس در حضور اون نشستی میگه همه چیز رو زیان میدونم، همه چیز رو، تا عیسی مسیح خداوند رو بشناسم، همه چیز که دور و بر من در برابر شناخت عیسی مثل یه کوده، مثل یه فضله است. چه اتفاقی میفته وقتی قلبی شروع به تراپ طلوب میکنه؟ یه خواهر عزیزی بود که امروز اومده بود، واقعا من عروس عیسی رو در اون میدیدم، یک اشتیاق، خدا و این بیداری اشتیاق بریزه در کلیساها در این زمان آخر. چه اتفاقی میفته عزیزان؟ این خالق جهان، این قادر مطلق، این خدای لشکرهای جنود بسیار، این خدای عجیب الرأی، این خدای عظیم الحکمت، این خدایی که تمامی ملل پیش چشم او مثل یه قطره است عزیزان، خدایی که خودشو به کبریای جلال آراسته،
خدایی که تمامی ملت‌ها از عدم و بتالت نزد اون کمترن، مثل غبار زمینن، چیکار میکنه؟ شروع به پرده برداری میکنه، از مخفیگاه خودش بیرون میاد، خودشو آشکار میکنه. خود خداوند گفته در دوم تواریخ باب 9 آیه 16 میگه چشمان من در تمامی جهان تردد میکنه تا ببینم کدوم وقف شده ای. وقف شده کسی که اشتیاق داره، نیست؟ کیه که وقف شده؟ کیه که اشتیاق داره تا قوت خودم رو، تا شناخت خودم رو بر اون نمایان بسازم؟ چطوری عزیزان خودشو نمایان میسازه؟ یک روز از بستر تاریخ 2000 سال پیش از طریق کلام مکتوبش. آیا از طریق کلام خدا نبود؟ الان تک تک شما اینجا نشستین، از اون بدبختی محکومیت و تاریکی به اوج برکت اومدی؟ آیا نبود؟ آیا به خاطر کلام خدا نبود که تولد تازه یافتی؟ آیا به خاطر کلام خدا نبود که از عزیز ذلت بندگی و پشت در خونه مذاهب به اوج عزت پسر و دختر خدا فرزند خواندگی هدایت شدی؟ آیا نبود؟ بعد از نجاتم همینطور عزیزان، تا آخر عمرمونم همینطور، همینطور که به کند و کاف مشغولی، همینطور که اشتیاق داری در اون خلوتگاه خوده کلام مهیب و معوار و طبیعی او رو نگاه میکنی، با عشق ملاقات میکنی، همینطور که او رو جستجو میکنی، تا روزی که کلمه خدا، اون کلام خدا که در آغاز کلام بود، کلام نزد خدا بود، کلام خود خدا بود، یه روز این کلمه رو رو به رو ملاقات میکنی، بعد خودت میگی، اقرار میکنی، تا حالا از طریق کلامش محو میدیدم، چشمای من محو میدید، ولی الان اون رو رو به رو میبینم عزیزان. ولی تا همان زمان، تا روزی که چشمای تو رو رو به رو ببینه، بفهمی که تا حالا محو میدیدی، همان شناخت جزئی از طریق کلام منحصر به فرد و حق و حیات او میتونه تو رو از جلال به جلال، از قدرت به قدرت، از شناخت به شناخت حرکت بده. خدا روزی از طریق کلام مکتوبش راجع به کور بودن ما، کر بودن ما، جهالت ما، گناهکار بودن ما با ما حرف زد، جان ما رو خم کرد، ما رو از خودمون ناامید کرد تا به سوی او بیایم، تا برای بخشیده شدن از او زانو بزنیم، تا بگیم قوت من به تو احتیاج دارم، برای خودم هیچ کاری نمیتونم بکنم. تا تولد تازه یافتی، درسته یا نه؟ توبه، اعتراف، توبه، تولد تازه. اگر کلام مقتدر خدا نبود، چطور تو به این سمت هدایت می شدی؟ و امروز خدا می خواد از 2000 سال پیش، از اون موقع که خودشو در کلام مکتوبش مکاشفه کرده، می خواد تو مثل 12 رسول، 12 شاگرد اناجیل با خداوندت راه بری، راه بری، برای شناخت او از طریق کلامش تغذیه بشی، بخوری، بنوشی، تا جان روحانی تو فربه بشه. عیسی مسیح خداوند در یوحنا باب 10 آیه 17 میگه گوسفندای من آواز مرا میشناسن، میشناسن، مرا متابعت میکنن، از این ور اون ور سرگردون نیستن، چون که مرا میشناسن. عزیزان آواز مرا میشناسن. آواز او چیست عزیزان؟ وعده های بی نهایت گرانبهای او که میتونه ما رو شریک طبیعت الهی او بکنه. آواز او کلام اوست، آواز او دعوت اوست، اشتیاق اوست برای اینکه من و تو رو ملاقات کنه در اون رابطه من و تویی. باور میکنی؟ آمین. عزیزان شناخت او فقط طریق موعظه نیست، الان بشینی گوش بدی، از طریق این نیست که تو دانشمند الهیات بشی یا جان نثاری هایی در خدمات برای خداوند بکنی، نیست؟ میان هی میگن خدمت، آخه یه کمی ملاقات شخصی داشته باش با خداوند، با این کلام مقتدر او، تا از این
شناخت تو بتونی یه خدمت ثمر بخشی داشته باشی. از اون شناخت او فقط یه چیزی نیست که فقط در حرف باشه، در نصیحت باشه. شناخت او عزیزان، سر شناخت او از طریق کلام او برای مشتاقان خودش باز میشه به وسیله تنها و تنها امداد روح القدس، یاری روح القدس. تو بدون روح القدس این کلام بخونی مثل همون کسایی میشی که تو حوزه علمی قوم هستن. عزیزان کلام میتونی حفظ باشی، هیچ حیاتی تو نباشه. چرا؟ چون کلام او یه آواز تو خالی نیست، یه آوای تو خالی نیست. عزیزان کلام او فقط عامل خلق نیست که بگه روشنایی بشه، خلقت خلق شه، کائنات خلق شه. کلام او فقط عامل نجات نیست. کلام او میخواد در احساس تو، در اراده تو، در فکر تو دخیل بشه، یک بشه عزیزان، تا تو علاقه او رو بشناسی، دلنگرانی های او رو بشناسی، احساسات او رو بشناسی. وگرنه یک رابطه سطحی، یک رابطه ذهنیه. تو مزمور 34 آیه 8 میگه بیایی بچشین و ببینی خدا چقدر نیکوست. عزیزان بچشین، مثل قرمه سبزی بچشین. عزیزان هفته پیش من یه آبگوشت درست کرده بودم، پاستو اسمشو گوشه اکسیر، برای یه خواهری گذاشته بودم یه مقدار کنار. گفتم ما ایرانی ها خیلی واردیم نیست، مثلا میگیم تو بخور جای من، جای منم خالی کن. خدا رو شکر این خواهر خیلی زرنگ بود، نگفت جای من بخور نیست. ما به جای کسی دیگه ای نمیتونیم کلام مقتدر خدا رو، حیات بخش خدا رو بخوریم. میگه خودت بچش و بخور، خودت تجربه شخصی داشته باش با کلام خدا. از این کلام خدا فقط برای تسلی نیست، عالیه، برای شادی نیست، برای تجربیات مذهبی نیست، بلکه خدا به وسیله کلامش میخواد یک شناخت شخصی به تو بده. در اون مصاحبت من و تویی عزیزان، در اون ملاقات شخصی از طریق کلام خودش به واسطه روح القدس، در اون خلوتگاه خوده که تمام هستی من و تو زیر سوال میره، در اون شناخت شخصیه که تو میفهمی خدا چقدر غیر قابل تصوره، خدا چقدر غیر قابل تفحصه، خدا چقدر غیر قابل انتظاره. و اون جایی که اون چیزی که در بوت ذهنی خودت ساختی تمام معادلات تو رو فرو میریزه، وقتی فرو بریزه بیشتر و بیشتر سرسپرده کلام خدا میشی. آمین. هر روز بیشتر سرسپرده کلام خدا میشی. وقتی اون خدا رو عزیزان اندک در اون بود روح، در اون خلوتگاه خودت از طریق کلام خدا میشناسی، تمام زیر زبرهای زندگی تو وابسته به این کلام خدا میشه. کلام خدا برای این نیست بذاریم رو تاخچه روشو بپوشونیم. عزیزان نان روزانه است، آب روزانه است، تو باید اینو بخوری، در احشای تو جا بگیره، در دهانت اینو مزه مزه کنی. چرا انقدر تأثیر میذاره این کتابی که شامل 66 کتاب عزیزان، مثل یک کتاب خونه است، بیشتر از 40 نویسنده از زمینه ها و فرهنگ های مختلف این کتاب رو نوشته، از پادشاهان، شاهزادگان، کاهنان، تاکداران، معلمین، نویسندگان. اما همه بگی اما، عاشق اما ها هستم. پشت اون، در پشت صحنه یک خدا، یک روح خدا عزیزان با دم هستی بخشش داره برای این کلام خدا میدمه. در دوم تیموتائوس باب 3 آیه 16 میگه تمامی کتب الهام خداست. الهام، ال خدا، هام دمیده شده. برای چی عزیزان؟ برای نصیحت، اصلاح، تأدیب، تعلیم، تا
تا چی بشه؟ صبح تا شب ما اصلاح بشیم، تعلیم بشیم که چی بشه؟ تا مرد و زن خدا برای هر عمل نیکو آراسته بشه. اجزا الهام خداست، دمیده شده به وسیله روح خدا. انگار خدا مثل یه شخصی که در یک شیپور، در یک نی میدمه، مینوازه. خدا از طریق نویسندگان این نی نوازان، بیش از 40 نی نواز نیست، نی نوازان انسانی عزیزان با فرهنگ و لغات آشنای خودشون چیکار کرده؟ مثل یک نی دمیده شخصیت خودشو، آرزوهای خودشو، اهداف خودشو از طریق این نی نوازان در این کتب، در این کتاب آشکار کرده. عزیزان تو چی بشه؟ تو او رو بشناسیم. نواخته شده به وسیله روح القدس، دمیده شده به وسیله روح خدا. عزیزان نه فقط، عزیزان نه فقط روح خدا از طریق این کلامش، از طریق این نینوازان یه روزی ما رو از محکومیت و مرگ و گناه رهایی داد. نه فقط که عالیه، اصله، میخواد ما به شناخت او، افکار او، شخصیت او آشنا بشیم عزیزان از طریق این کلام خدا، بلکه از طریق این آواز نجات بخش خدا هر روز عزیزان میخواد حکیمان، کسایی که دانا هم خونهشون میخوان رو سنگ بسازن، عزیزان درسای عبرت آموزی از این کلام یاد بگیرن. وقتی اشخاص مغرور با این کلام برخورد میکنن، وقتی این کلام مثل شمشیر در قلبشون میره، این کلام تأدیب کننده، اشخاص متکبر از هشدارهای این کلام یا به خودشون میان یا متواری میشن. اما این کلام برای خم شدگان عزیزان سخنش مثل یک مادر دلسوز تسلی دهنده است، خم شدگان رو بلند میکنه. بارها و بارها از طریق این کلام زنده شدم، در شدت اندیشه های دل من، در شدت ترس و نگرانی های من، تنها تسلی های تو بود ای خدا که از طریق کلامش جان من رو آسایش داد. هم تو برای افرادی که در سفر سخت زندگیشون دارن میرن عزیزان، آرامی میاره. وقتی میگه چه کنم چه کنم، وقتی راهو از چاه گم میکنی، وقتی سرگردون و سرگشته ای، عصا و چوب دستی خدا از طریق این کلام تو رو تسلی میده، جان تو رو بر میگردونه. وقتی تو راه های کج و موجی، به خاطر نام خودش به راه های عدالت تو رو هدایت میکنه. چقدر عاجزم در این لحظه، چقدر عاجزم که از اجازه کلام خدا برای شما بگم، کلامی که یه لحظه نمیتونم ازش جدا بشم. فقط میتونم بگم کاشکی یک روزی تمامی ما مثل ایوب میگفتیم از فرمان لبهای تو بر نمیگردم ای خدا، از سخنان دهان تو رو زیاده از رزق روزانه در خودم ذخیره میکنم، زیادتر از غم و غصه، زیادتر از نگرانی عزیزان، زیادتر از تشویش و حرص و جوش. چقدر ذخایر وجودیم پر میشه، سریع از منم گرفته اگر خودم رو از این کلام غافل شم. ذخایر وجودیم پر از کدورت، تلخی، الهی بمیرم برای خودم. چقدر آسون ذخایر وجودیم رو پر میکنیم از چیزهای منفی، در حالی که نمیدونیم اگه کلام ماورا و طبیعه، این کلام حق و حیات رو در دلمون ذخیره کنیم، به وقتش کلام میاد ما رو نصیحت میکنه، میگه به راهی که باید بریم تو رو ارشاد میکنم، نترس، به چشمان تو، به چشمان من که بر تو سر رو نصیحت میکنم. وقتی در دلت به قول اسپانیای عزیز رخ میشورن، دریای دلت متلاطمه، میجوشه،
عزیزان، نور کلام خدا مثل شمشیر دودم میاد، آبها رو از آبها جدا میکنه، آبهای بالای زمین و آبهای پایین زمین، یعنی فکرای نفسانی رو از فکرای آسمانی جدا میکنه، تاریکی رو از نور جدا میکنه، حرکت رو از انحراف جدا میکنه و یه فضا ایجاد میکنه، یک فضا ایجاد میکنه که آواز شبان جان تو بشنوی، دل تو مضطرب و هراسان نباشه. عزیز جان، به من ایمان بیار، به من ایمان بیار. وقتی از حماقت‌های خودت و دیگران که خیلی موقع پیش میاد مجروح میشی، وقتی مغروری، وقتی خودتو گم میکنی، همه اینا مال منه عزیزان، همه اینا چیزایی بوده که یه عمر دارم باش دست و پنجه نرم میکنم. وقتی با بچه هات نزدیکترین کساد به بنبست های بی پایان میخوری عزیزان، کلام خدا، اون خاصیت الوهیت او با تو برخورد میکنه و تو رو بلند میکنه، از تاریکی جدا میکنه. چقدر خودم رو در این کلام پیدا کردم، چقدر خدا به وسیله کلامش به میان اومده، چقدر خدا آواز شیرینش رو در سخت‌ترین شرایط، در هلاکت‌ها، در اون موقعی که گنگ و گیج و سرگردون بودم، نور کلام خدا مداخله کرده و به میان اومده. عزیزان، در این یک سال و نیم گذشته در یه تجربه جدید افتاده بودم که عزیزان میتونم اقرار کنم که از ایمان خودم ناامید شده بودم، از امید خودم ناامید شده بودم. انگار که معجزه خدا، وعده های خدا برای من ته کشیده بود، دیگه هیچ چیزی نبود. صبح تا شب اینو میخوندم، هیچ چیزی نبود که یه ذره به من یه امید بده، یه وعده ای باشه که مثل یه ریسمونی آویزونش بشم. دائم فیسبوکو میخوندم، اینو میگفتم یه کلامی، یه چیزی، انگار هیچی نبود، توی جای توهی و خالی گیر کرده بودم، هیچ چیزی نبود. یک روز کلامی که شاید بارها خونده بودم، انگار از میون کتاب مقدس جهید و توی قلب من رفت. تو اشعیا 50:45-7 میگه من یهوه هستم. خیلی میگی خدایی نیست مثل یهوه؟ من یهوه هستم، عاشق اسم یهوه هستم. برای همین خدا با اون محبت عظیم سعی کرد از این قسمت با من حرف بزن. من یهوه هستم و دیگری نیست، پدید آورنده نور و روشنایی و خالق تاریکی، موجد سعادت و آفریننده مصیبت. آری، من یهوه هستم که این رو به جا آوردم. به زبانی کیست که بگوید یا واقع شود اگر خداوند امر نفرموده باشد؟ آیا فرمان خداوند هم بدی و هم خوبی نیاد؟ پس چرا انسان تا روزی که زنده است باید شکایت کنه؟ به قول ارمیا خوب است که انسان امیدوار باشه و با سکوت انتظار خداوند رو بکشه. از این کلام ها رو که میخوندم، اول راستشو بگم مثل نیش زنبور نیشم زد، یعنی انگار خدا داره میگه شلوس آوس، شاید هیچ معجزه‌ای هم نکنم، همینه که هست. ولی کم کم که گذشت، هی خوندم، هی مزمزه کردم، هی قورتش دادم، هی هضمش کردم، هی دوباره رفتم سراغش، هی حفظش کردم، تا با یک حقیقت پرشکو و قدرتمند روبرو شدم: حاکمیت مطلق خداوند. عزیزان، حاکمیت مطلق خداوند که اول زیرش خم شدم، آب شدم، اینا کنیز تو هستم، آنچه که تو میخوای بشود. اما الان بعد از چند ماهی عزیزان که دارم یاد میگیرم زیر حاکمیت مطلق خدا نه فقط فروتن بشم، بلکه بتونم استراحت کنم عزیزان، بتونم در هر وضعی استراحت کنم، چون میدونم خدا پشت صحنه های زندگی ما داره کار میکنه. حتی اگه ما روی زمین اونو نفهمیم، خدا داره کار میکنه. وقتی بدی میاد، جفا میاد، رنج میاد، کلام خدا میگه پشت صحنه های زندگی ما برای جلال خودش و نیکوی ما داره کار میکنه. ازم نیکوی ما، نیکوی من، نه خوشی من الزاماً، نه راحتی من، خدا داره کار میکنه برای خیریت من و تو، حتی اگه روی این زمین نفهمیم چرا. بیایم از خودمون هر موقع
موقع که دلمون میخواد مثل من ناامید بشیم، ولی خدا ما رو به جایی میرسونه که هرگز از اون ناامید نشیم. عزیزان مزمور نویس در مزمور 119 میگه جان من از فرد اندوه گداخته شده، اما خودم میچسبونم به کلام شگفت انگیز تو. خودم میچسبونم کلامی که وقتی از اون مصیبت و درد عبور کنم سرم رو بالا میگیرم، میگم مرا نیکوست که مصیبت را دیدم تا فرایز او را بیاموزم. عزیزان وقتی مصیبت و تنگی میاد، ما میریم تو مکتب مصیبت، میریم تو دانشگاه مصیبت ثبت نام میکنیم. همدرد رنج های مسیح میشیم. مدیر این دانشگاه کیه؟ عیسی مسیح خداونده. عزیزان یه روزی مدرک فارغ التحصیلیمونو میگیریم. این مدرک چیه؟ گنجینه کلام خدا که وقتی بیرون میای سرتو بالا میگیری، میگی مرا نیکوست که مصیبت رو دیدم تا احکام او رو بیاموزم. عزیزان به جای اینکه افسرده بشیم، به جای اینکه تلخی و رنجش ما رو تو خودش بپیچونه، عزیزان من امروز ذره ای دارم از حقایق بی همتای کتاب حق، کتاب حیات، کتابی که برای پاهای ما نور و چراغه، کتابی که برای سرسپردگانش مثل عسل شیرینه. عزیزان دارم میگم، من قصد ندارم صحت کلام خدا را اثبات کنم، هرگز، زیرا حقیقت کلام خدا احتیاج به اثبات نداره. حقیقت کلام خدا مغلوب نشدنیه، حقیقت کلام خدا انکار نشدنیه، حقیقت کلام خدا عزیزان این کلام ساده و بی‌پیرایه او که پر از قدرته، عاشقان خودشو پیدا میکنه، خواستان خودشو پیدا کنه. هی تو بگو من علوم سن علوم امروز نتونستم، وقت نشد، آخه اینقدر سرم شلوغه. یه کلام بمیدادی دو ماه پیش، این چی بود؟ و کسانی که خودشونو به پسر خدا سپردن عزیزان، سرسپردگان این کلام رو نگاه میدارن. عزیزان این کلام رو انتقال میدن به دیگران و برای مرجعیت و حقانیت کلام خدا تا پای جان میایستن. بازم تا مزمور 119 آیه 136 میگه نهرهای آب از چشمانم جاری میشه زیرا که کلام تو رو نگه نمیدارن. چرا نباید نگه داریم عزیزان؟ چرا؟ چرا نباید ملاک زندگی ما بشه؟ چرا نباید معیار و ارزش‌های زندگی شخصی و خانوادگی و کلیسامونو اجتماعمونو روی کلام خدا بنا کنیم؟ چرا؟ کتابی وجود داره عزیزان به نام افکار ماوتسه که گفته شده تنها کتابیه تا کنون به چاپ رسیده که انگار جهنم او رو قی کرده، مهلکترین کتابه عزیزان. ولی گفته شده باید تو هر خونه یه دونه باشه و معیار شخصی هر خانواده‌ای باشه. کاش یک روز نه به اجبار بلکه عاشقانه با ولع این کلام خدا رو سر راه زندگی‌های خودمون، ارزش‌های اخلاقی خودمون، خانوادهمون و کلیسامون می‌ذاشتیم. کاش یک روز هر ایرانی و افغان زبان ارزش این کلام، این گنجینه نفیس خدا رو می‌شناخت. آماری که گرفتم بیش از 40% از تمامی بشریت عزیزا سواد ندارن کلام خدا رو بخونن. بیشتر نیمی از جماعت دسترسی به کلام خدا ندارن. تعداد خیلی زیادی از بشریت پولی ندارن کلام خدا رو بخرن. عزیزا بیا شک کن به قشر ممتازی تعلق داری که سواد داره، به یه حلقه محدودی تعلق داری که به کلام خدا دسترسی داره. بیا شکرانه بده که فقط یه کتاب نداری، به قول کلال جون که پنج شنبه میگفت کتاب، یه کتاب آلمانی دارم، یه کتاب فارسی داریم، هزاره نو داریم، ترجمه مژده برای عصر جدید داریم، انجیل شریف داریم، ترجمه قدیم داریم، یه دونه تو اتاق خواب داریم، کلکسیون داریم، یه دونه تو پذیرایی داریم. عزیزان پس کلام خدا رو تفتیش کن، کلام خدا رو تفحص کن، کلام
خدا رو تحصیل کن، برای کلام خدا مجاهده کن، برای کلام خدا زحمت بکش که نه فقط زندگی تو رو و اطرافیان رو متبدل و دگرگون میکنه، بلکه ما رو عارف میکنه به شناخت خدا که فوق از عقل و فکر و درک بشره. بازم آمار گرفتن چقدر درصد مطالعه به خصوص در بین جوانان، نوجوانان داره همجور پایین میاد. قربونش برم، بچه های ما، نوجوانان ما به جای کتاب مقدس مشغول بازی های کامپیوتری، دنیای مجازی، اینترنت، صبح تا شب تلویزیون، حتی بزرگسالان، تمامی زمان های ما، ذهن های ما داره انباشته از اطلاعات میشه. در نتیجه چی میشه؟ تمرکز افراد، اینطور گفتم پزشکان مغز و اعصاب، بیشتر از 10 دقیقه نمیتونه باشه. الهی من بمیرم برای خودم، الان نزدیک 1 ساعته دارم اول حرف میزنم. بیشتر از 10 دقیقه نمیتونه انسان تمرکز کنه عزیزان. همین پزشکان مغز و اعصاب گفتن فقط 10 دقیقه از کلام، هر روز 10 دقیقه کلام خدا رو، چقدر ذهنت از پراکندگی و غیره که تمرکز هی میگی صبح تا شب ندارم، نمیتونم حفظ کنم، خیلی چیزا رو، آهنگ نمیدونم حامد همایون و نمیدونم قربونش برم سال 2000 رو میپریم بالا پایین و تمامش رو حفظیم. 10 دقیقه عزیزان، 10 دقیقه کلام خدا رو حفظ کن. یکی از پیشگامان علوم اعصاب دکتر لوئیس، دیوید لوئیس، میگه کسایی که بیماری های روحی و روانی دارن فقط 10 دقیقه کلام خدا رو بخونن، چقدر آرامش به اونا منتقل میشه. چرا عزیزان؟ چرا؟ به دلیل که وقتی کلام خدا رو با اینک روح القدس، با اینک روح القدس، با یاری و پشتیبانی روح القدس مطالعه میکنی، عیسی رو، اشتیاق عیسی رو، امید به عیسی رو در تمامی صفحات کتاب مقدس میبینی، گسترش عیسی رو، ترویج عیسی رو، تفسیر عیسی رو در تمامی کتب میبینی، بو میکنی، مزمزه میکنی ریسمون قرمز نجات در تمامی بخشایی که کتبهای کتاب مقدس داره دیده میشه، تمامی ورقهای کتاب مقدس آغشته به خون نجات بخش عیسی مسیحه. برای همین یکی از شعرها یادم اومد، مال بابا طاهر عریان، نه عریان بدون لباس ها، فامیلیش عریان بود. به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تو بینم. یک رهبر سیاسی میگه غیر ممکنه ملتی رو لحاظ ذهنی و اجتماعی به بردگی بکشی، غیر ممکنه اگه با کلام خدا یک بشه، غیر ممکنه خونه ای، خونواده ای بنیادش کلام خدا باشه و نیروهای شرارت بتونه اونجا استیلا بیابه، غیر ممکنه عزیزان. در آخر داستانی رو براتون تعریف میکنم عزیزان، برای اینکه تمامی این 10 دقیقه نشه، بلکه خیلی بیشتر در ذهنهای شما حک بشه، در نه فقط ذهن، در قلبتون با این کلام عاشقانه او یک بشه، یکم اشتیاق پیدا کنین که شروع کنین ببینین، بچشین ببینین خدا چقدر نیکوست. وقتی میگم داستان عزیزان، منظورم افسانه نیست. هر موقع که اینجا میگم داستان یعنی حقیقت، چون که وقتی یک واقعی تو تاریخ انجام میشه، قبل از اینکه انجام بشه کسی راجبش صحبت کنه بهش میگن نبوت، ولی بعد از اینکه انجام شد، تموم شد، بهش میگن داستان. اینو یه توضیح کوچیک دادم که وقتی میگم داستان، منظورم یه چیزایی نیست که رو هوا باشه. داستان حقیقی اینطوره که یه یهودی در زندان روسیه مدت‌ها در زندان بود. اونجا تعریف میکنه، میگه با یک مسیحی 72 ساله آشنا شدم. این مسیحی انقدر زلال بود وجودش، انقدر نیکو پاک بود که وقتی وارد میشد حرکت میکرد، حتی زندانیان، زندانبانان به احترام او رفتارشون بهتر میشد. او تقریبا کور بود عزیزان، چون عینکش در یک بازجویی خورد شده بود. کار اجباری میکرد
و مبلغ اندکی پول میگرفت، تقریبا بیشتر از 50% از اون مبلغ اندک به کار خدا میداد و بقیهش هم یه مقدار غذا میگرفت. یک روزی مرد یهودی که اشتیاق او رو میدید که الان عینک نداره چی کار کنه، با کلام خدا یه چند تا کاغذ داشت که صبح تا شب میخوند، اومد به این مرد مسیحی گفت میخوام یه خبر خوب بهت بدم، امشب میخوام کتاب مقدس رو برای تو بخونم، شب که کارمون تموم شد بیا تو سلول من تا کتاب مقدس رو بخونم. یک دفعه این مرد یهودی چشمشو باز میکنه، میبینه این مرد مسیحی اومد، موهاشو شونه کرده، لباس خوشگل پوشیده، انقدر شاده، انقدر سرحاله، بهش میگه چرا انقدر تو تغییر کردی؟ چرا انقدر شادی اومد؟ انگار حکم آزادی تو دادن. میگه چون خواندن کتاب عاشقانه خدا و شنیدن کلام خدا، عزیزان، این کتاب ابدی خدا برای من به مثابه یک ضیافت ملوکانه و شاهانه است. عزیزان، تاریخ نشون داده فقط افرادی که زندگیشون عمیقاً به کلام خدا وصله، مثل این مسیحی، زود صحنه رو خالی نمی کنن وقتی مشکل میاد و عاشقانه در هر وضعیتی، عزیزان، در هر مشکلی غیورانه او رو پیروی میکنن و با کلام او یک میشن. چون وقتی کلام خدا رو میخونی، عزیزان، وقتی با کلام خدا در اون بُعد روح یک میشی، انگار خدا یک دری رو باز میکنه. اینجا رو خوب گوش بدید که خدا با پوری خودش وارد زندگی تو میشه. آیا این پوری کمتر از یک ضیافت شاهانه و آسمانی عزیزان؟ آیا کمتر میتونه باشه؟ یوحنا باب 14 آخرین آیه 23، اگر کسی مرا دوست دارد، فقط نه اینکه من دوست دارم، عاشق عیسی، اگر کسی مرا دوست دارد کلام مرا نگه میدارد و ما خواهیم آمد، و ما خواهیم آمد با او مسکن خواهیم گزید. عزیزان، در وجود او خیمه خواهیم زد. آیا این زندگی کمتر از یک ضیافت شاهانه و ملوکانه خواهد بود؟